کشف جسد یک دهقان از دولت آباد بلخ قربانی سربریده شده است. ادامه درگیری های خودی طالبان در تخار، دو طالب دیگر کشته شد. طالبان یک غیر نظامی را در ولایت بغلان کشتند. 6 تن به شمول 3 جنگجوی طالبان در یک رویدار ترافیکی در بدخشان جان باختند. جبهه مقاومت ملی با وجود فشار طالبان هنوز متوقف نشده است و همچنان در پایان. عاجل، طالبان 5 میلیون انسان را به گروگان گرفتند. مشروع خبرها. منابع مردمی در ولایت بلخ از پیدا شدن جسد یک مرد در ولسوالی دولت آباد این ولایت خبر میدن. منابع به روزنامه 8 صبح میگن که این مرد ایوان نام داشت و از باشندگان ولسوالی بلخ بود. یکی از نزدیکان ایوان در گفتگو میگوید که جسد بیسر وی را روز گذشته از میان مزارع در ولسوالی دولت آباد پیدا کردند. با گفته منابع، فرد کشته شده دهقان بود و دو روز پیش از مزرعه‌اش ربوده شد. گفته می شود که این مرد نخست از سوی ربایندگان توسط جاخو به قتل رسیده و سپس سر بریده شده است. ادامه درگیری های خودی طالبان در تخار، دو طالب کشته شدند. منابع ملی در ولایت تخار می گویند که دو طالب در یک درگیری خودی در تخار کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گفته های منابع، درگیری در روستای قرلندی و ولسوالی خواجه بهاءالدین میان دو گروه طالبان رخ داده است. این رویداد پس از آن رخ داده که طالبان پشتون تبار به خانه نصرالله تاجک تبار، محافظ قاری طیب، معاون قلوردی طالبان در دارالامان کابل در روستای قرلی این ولسوالی هجوم بردند. در این درگیری دو تن از جنگجویان طالبان از دو طرف کشته شدند. منابع می‌افزایند که محافظ قاری طیب بعد از چند ماه تازه به خانه برگشته بود که این درگیری به وقوع پیوست. منابع این دلیل را رویدادهای اختلافات درونی و شخصی عنوان کرده است. طالبان یک غیر نظامی را در ولایت بغلان کشتند. منابع ملی در ولایت بغلان میگویند که طالبان یک غیر نظامی را در این ولایت برگبار بستند. فرد قربانی محمد امین نام داشت و طالبان وی را در روستای خاوش ولسوالی خود ولایت بغلان به ضرب گلوله کشتند. 6 تن به شمول 3 جنگجوی طالبان در یک رویدار ترافیکی در بدخشان جان باختند. منابع ملی در ولایت بدخشان میگویند که در پی یک رویدار ترافیکی در این ولایت 6 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخم برداشته است. این رویداد در ولسوالی یاوان ولایت بدخشان رخ داده است. در میان کشته شده ها 3 طالب از جمله دوران قمندان توله لوای دوم پیاده طالبان در بدخشان شامل است. به همین ترتیب 3 تن دیگر این کشته شدگان بستگان این فرمانده هستند. جبهه مقاومت ملی با وجود فشار طالبان هنوز متوقف نشده است. کاهش تعداد حمله های جبهه مقاومت ملی در سال 2023 ممکن است به دلیل تغییر کلی در استراتژی عملیاتی باشد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود رهبر جهادی و قهرمان ملی افغانستان بلافاصله پس از سقوط دولت جمهوری و حکم شده طالبان بر کابل ایجاد شد. هرچند طالبان موفق شدند در مدت کوتاهی در ماه سپتامبر پنجشیر را تصرف کنند، نیروهای جبهه مقاومت ملی در کوهپایه‌های پنجشیر با مقاومت در برابر طالبان ادامه دادند. این مقاومت تا بغلان، تخار، بدخشان و برخی ولایت‌های جنوبی و شرقی نیز گسترش یافت. نصب هزاران دوربین در کابل، عفو بین الملل. با اجرای این طرح حقوق حریم خصوصی از بین خواهد رفت. سازمان عفو بین الملل در واکنش به نصب 62,000 دوربین امنیتی از سوی طالبان در شهر کابل، که این اقدام نمونه روشن از سیاست‌های ظالمانه این گروه تحت نام تامین امنیت علیه شهروندان در افغانستان است. این سازمان به نقل از مد محمودی، کارشناس و مشاور در امور هوش مصنوعی و حقوق بشر، گفته نصب این دوربین‌های امنیتی در مکان‌های عمومی حقوق اساسی مردم را نقض می‌کند. مد محمودی در ادامه سخنان خود تصریح کرده که اجرای این طرح تحت عنوان تامین امنیت ادامه سیاست‌های ظالمانه طالبان در برابر حقوق اساسی مردم به ویژه زنان در مکان‌های عمومی بوده که از 2 سال به این سو آن را نقض می‌کنند. او افزوده است که اگر این طرح نظارتی اجرا شود، حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حمله های بی سابقه ای قرار گرفتند از بین خواهد رفت. عفو بین الملل افزوده است که نوع استفاده مقام های اسرائیلی از فناوری تشخیص شیره برای حمایت از تداوم تسلط و ظلم بر فلسطینیان در سرزمین های اشغالی فلسطین مستند کرده است. این سازمان همچنین استفاده از هزاران دوربین مداربسته با قابلیت تشخیص شیره را در سراسر شهر نیویورک مستند کرده است که بسیار از آنها در برای شناسایی افراد رنگین پوست استفاده می شدند و تبعیض نژادی را تقویت می کرد.
این در حالی است که وزارت داخله طالبان به تازگی اعلام کرده است که تنها در شهر کابل 62,000 دوربین مداربسته نصب کردند. این وزارت هدف از اجرای این طرح را تامین امنیت خوانده و گفته است که در ولایت‌ها نیز اجرا خواهد شد. از سوی هم شهروندان کابل در واکنش به نصب دوربین‌ها گفته است که طالبان با این اقدام در تلاش مهار کردن حرکت‌های زیرین گروه هستند. این همه در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این گروه محدودیت‌های زیاد را علیه مردم به ویژه زنان وضع کردند. امریکا به تایوان 80 میلیون دلار کمک نظامی فراهم میکند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تحت برنامه تمویل مالی نظامی خارجی FMF به تایوان کمک نظامی فراهم میکند. از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به گونه معمول به کشورهای کمک صورت میگیرد که مستقل باشند. اداره بایدن در مورد این که وزارت خارجه میخواهد تا 80 میلیون دلار بودجه برای حمایت از تایوان تخصیص دهد به کنگره نامه فرستاده است. در این آگاهی نامه آمده است که از برنامه تمویل مالی نظامی خارجی برای تقویت قابلیت‌های دفاعی خودی تایوان استفاده خواهد شد. وزارت دفاع تایوان از این کمک نظامی آمریکا اظهار سپاس کرده اما در این مورد جزئیات ارائه نکرده است. این وزارت گفته است که آمریکا از قبل تحت پالیسی‌ها و قوانین موجود در بخش قابلیت‌های ماوراءالطبیعه این جزیره کمک کرده است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که از این تصمیم اداره بایدن حمایت می‌کند. مکال با نشر اعلامیه گفت این تسلیحات نه تنها تایوان و سایر دموکراسی ها در منطقه را کمک خواهد کرد، بلکه چگونگی بازدارندگی ایالات متحده را نیز تقویت میکند. او افزود که این کمک امنیت ملی امریکا را در مقابل پرخاشگری روزافزون حزب کمونیست چین تضمین خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده از طریق برنامه تمویل مالی نظامی خارجی به حکومت‌های خارجی پول فراهم می‌کند تا آنان از آن تحت عنوان برنامه فروشات نظامی خارجی تجهیزات دفاعی آمریکایی و آموزش‌های نظامی را خریداری کنند. بیجینگ بر تایوان ادعای مالکیت دارد و از هر گونه داد و ستد رسمی میان واشنگتن و تایپی هشدار داده است. تایوان ادعای مالکیت چین را رد کرده و می‌گوید که مردم آن در مورد سرنوشت خویش تصمیم گرفته می‌توانند. ایالات متحده ماه گذشته به سه کمک تسلیحاتی به تایوان را اعلام کرد که ارزش آن به 345 میلیون دلار می‌رسد. هفته گذشته آمریکا به ارزش 500 میلیون دلار فروشات احتمالی سیستم‌های تجسسی انفراید و تحقیق برای طیاره‌های جنگی F-16 و سایر تجهیزات را منظور کرد. ترامپ اتهام توطئه برای تغییر نتایج انتخابات سال 2020 در جورجیا را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در قضیه توطئه جنایی برای وارونه کردن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 در ایالت جورجیا اظهار بیگناهی کرد. این کاندید پیشتاز حزب جمهوری خواه با 13 فرقه جرمی مواجه است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.